سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در نتیجه حمله انتحاری مرگبار در ولایت ننگرهار. 17 سالگی حملات مرگبار 11 سپتامبر بر ایالات متحده و بررسی پیامدهای این رویداد در جهان و افغانستان. و هشدار محکمه بین المللی جرایم یا هاگ بر ادامه کار جهت آغاز تحقیقات از جرایم جنگی سربازان آمریکایی در افغانستان. سلام، سرژیو هستم. با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 ماه سپتامبر سال 2018 است. فراموش نکنید که این برنامه در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا نیز هم اکنون به گونه مستقیم نشر میشه. دوستان، ایالات متحده آمریکا امروز از 17 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 یادبود به عمل می آورد. در حملات 11 سپتامبر حداقل 3000 نفر در یک روز جان باختند. در این برنامه تازه ترین انکشافات در پیوند به مراسم یادبود از رویداد 11 سپتامبر را همکارانم سید عزیزالرحمن در مقر وزارت دفاع و جعفرهان در نیویورک دنبال کرده و گزارش مستقیم خواهند داد. احمد شجاع، مدیر مسئول نشریه سیاست‌گذاری عمومی جورج تاون و تحلیلگر امور افغانستان ایالات متحده را نیز در برنامه خواهیم داشت تا پیامدهای حملات 11 سپتامبر در افغانستان را بررسی کند. اما برنامه را با گزارش‌ها از افغانستان آغاز خواهیم کرد. حمله انتحاری در ولایت ننگرهار جان حداقل 50 نفر را گرفته و حدود 150 نفر دیگر را زخمی ساخته. به گفته مقامات ننگرهار، یک مهاجم انتحاری ظهر امروز مواد همراهش را در جمع معترضان در منطقه دهکه ولسوالی مومندره ننگرهار منفجر ساخت. عبیدالله شینواری، عضو شورای ولایتی ننگرهار، شمار تلفات را 50 کشته و 150 زخمی تایید کرده، اما این رقم را منابع رسمی محلی تاکنون تایید نمی‌کند. در این حال رئیس سعدامه ننگرهار به صدای آمریکا گفته که تا کنون 30 کشته و بیش از 50 زخمی از محل رویداد به شفاخانه های دولتی منتقل شدند. این حمله انتحاری در منطقه رخ داده است، جایی که صبح امروز ده ها باشنده ولسوالی های جنوبی ننگرهار به دلیل اذیت و آزارشان توسط یک فرمانده پلیس محلی اعتراض کرده بودند. طالبان دست داشتن جنگجویان این گروه را در حمله انتحاری ننگرهار رد کرده و هنوز گروه هم مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. این در حالی است که شمار از رهبران طالبان روز سه‌شنبه گفتند که رهبران آن گروه آمادگی می‌گیرند تا هیئت خود را برای مذاکره با مقامات آمریکایی اعزام کنند تا منازعه افغانستان به گفته آنها خاتمه یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام گروه طالبان که در این روند دخیل هستند گزارش داده است که در جریان گفتگوها با مقامات آمریکایی موضوع تبادل زندانیان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. این دو مقام طالبان که نخواستند نامشان ذکر شود گفتند که رهبران آن گروه در مورد انتخاب یک هیئت 3 یا 4 نفری با هم ملاقات می‌کنند تا با مقامات آمریکایی گفتگو کنند. و گفته این دو مقام علاوه بر تبادل زندانیان، رهبران مایلند تا بار دیگر با مقامات ایالات متحده گفتگو کنند، اما مشروط بر این که آمریکا در قسمت رهایی زندانیان برخورد جدی کند. رویترز به نقل از یکی از مقامات گروه طالبان نوشته است که این ملاقات سرنوشت گفتگوها در آینده را رقم خواهد زد. و سوی هم عربستان سعودی امروز میزبان نشست سازمان همکاری اسلامی است. در این نشست که در جده برگزار می شود، نمایندگان دائمی کشورهای عضو این سازمان روی برقراری صلح و ثبات در افغانستان بحث می کنند. این نشست به درخواست عربستان سعودی برگزار می شود. عربستان سعودی در ماه جولای امسال هم میزبان نشست بین المللی عالمان دینی در مورد افغانستان بود. نمایندگان طالبان در این نشست حضور ندارند. حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر در سال 2001 از سوی 19 تن از اعضای گروه القاعده با سقوط دادن 4 طیاره بر برج‌های دوگانه در نیویورک، امارات پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در حمله واشنگتن دی سی و ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده انجام یافت و در آن حداقل 3000 نفر جان باخت. مقامات آمریکایی و شهروندان ایالات متحده امروز در هر سه محل مراسم یادبود از این رویداد را برگزار می‌کنند. سید عزیزالرحمن که اکنون از وزارت دفاع ایالات متحده با ما در برنامه، جزئیات بیشتر در مورد چگونگی مراسم در این محل را دنبال کرده. عزیز جان سلام، دوباره خسته نباشین. چی
موارد بحث میشه و در اینجا مراسم از چه قرار است؟ تشکر آقای ضیا. در مقر وزارت دفاع ایالات متحده برنامه های متعدد در نظر گرفته شده. البته این برنامه ها از صبح امروز با برافراشتن پرچم امریکا در آن گوشه از ساختمان وزارت دفاع آغاز شد که درست 17 سال قبل یکی از 4 تیاره ربوده شده توسط تروریستان در آن گوشه سقوط داده شده بود. در مراسم امروز مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده، مقامات بلندپایه نظامی و همچنان بازماندگان مو قربانیان حمله بر وزارت دفاع اشتراک دارند. انتظار میره که مایک پنس تا کمتر از 10 دقیقه دیگه یک سخنرانی را نیز ایراد کنه. در این سخنرانی قرار است که مایک پنس ضمن از اینکه به حملات تروریستی سال 2001 اشاره خواهد کرد، با جنگ امریکا علیه تروریسم بین المللی نیز صحبت خواهد کرد. ولی باید بگویم که قبل از سخنرانی مایک پنس انتظار میره که اشتراک کنندگان از این برنامه برای یک دقیقه به خاطر یادبود از قربانیان از این حمله سکوت اختیار کنند. البته باید بگویم که در حمله بر وزارت دفاع ایالات متحده 184 نفر کشته شده بود که در این میان 125 آن کارمندان و افسران نظامی وزارت دفاع ایالات متحده بودند. به هر حال در کنار برنامه های وزارت دفاع، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز امروز به ایالت پنسیلوانیا رفته و قرار است در مو محلی که 10 سال قبل یکی از تیاره های ربوده شده دیگر در اونجا سقوط داده شده بود و باعث کشته شدن ده ها تن شده بود، اونجا حضور پیدا کنه و یک سخنرانی را نیز داشته باشه. همچنان ایالت نیویورک شاهد برنامه های ویژه خواهد بود که بعدا جزئیاتش از همکار خود خواهیم داشت. ولی قبل از او همکار دیگر ما یلدا بکتاش یک گزارش همه جانبه را در رابطه با حملات تروریستی سال 2001 تهیه کرده که با هم یک جا میبینیم. 17 سال قبل وزارت دفاع امریکا مورد حمله قرار گرفت. پرواز شماره 77 شرکت امریکن ایرلاینز را بوده شد و به قسمتی از امارت پنتاگون برخورد کرد. در این حادثه تمامی مسافران این تیاره و 125 تن از کارکنانی که در این ساختمان کار میکردند جان باختند. خانواده های بازماندگان همه ساله در سال روز حملات 11 سپتامبر 2001 به این مکان می آیند تا یاد خاطره قربانیان را مرور کرده و از روزی بگویند که زندگی آنان را برای همیشه تحت تاثیر قرار داد. برادر کوچکترم دیو در حادثه 11 سپتامبر کشته شد. دامادمان که پلیس جنایی بود به ما گفت که خود را برای هر نوع خبری آماده کنیم، زیرا اگر کسی پس از گذشت 4 یا 5 ساعت از وقوع حمله هنوز از آنجا بیرون نیامده، معنایش این است که دیگر زنده بیرون نخواهد آمد. جیمز میگوید که من این کار را می کنم تا یاد خاطرات برادرم و تمام آنهایی که در این حادثه جان باختند را گرامی بدارم. از نظر جیمز این کار ضروری است، زیرا به مردم یادآوری میکند که در آن روز چه اتفاقی افتاد و اینکه نباید آن را فراموش کرد. طراحان این یادبود با دقت و توجه خاصی به چیدمان این چوکی‌ها و گذاشتن تاریخ تولد قربانیان بر روی آن فضای خاصی را در اینجا به وجود آورده‌اند. شما در اینجا تاریخ 1998 را می‌بینید که به شما نشان می‌دهد که این قربانی یک دختر کوچک 3 ساله است که همراه با والدینش در آن طیاره بود و کشته شد. جیمز یک چوکی را که سال تولد برادرش روی آن نقش بسته را نشان می‌دهد و می‌گوید: This is actually my brother Dave's bench. وقتی اسمش را میخوانم و پنتاگون را در پس زمینه میبینم، این به آن معناست که او داخل آن عمارت فوت کرد. جیمز میگوید که این چوکی ها بر اساس مسیر پرواز طیاره ای که به پنتاگون برخورد کرد چیده شدند. به گفته وی طراحان این یادبود میخواستند مکانی را بسازند که مانند هیچ جای دیگری نباشد، زیرا 11 سپتامبر 2001 مانند هیچ روز دیگری نبود. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 که در 3 شهر نیویورک، پنسیلوانیا و واشنگتن انجام شد، منجر به مرگ نزدیک به 3000 تن و زخمی شدن بیش از 6000 نفر گردید. گروه القاعده مسئولیت این حملات را به عهده گرفته بود. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. خب در نیویورک، محلی که شاهد مرگبارترین رویداد تروریستی در تاریخ ایالات متحده بود، نیز امروز مراسم یادبود به خاطر
گرامی داشت از کشته شدگان حملات 11 سپتامبر برگزار میشه. همکار محمد جعفرخان که به خاطر پوشش خبری این رویداد به نیویورک رفته، اکنون از طریق اسکایپ در برنامه با ما است. هانسب سلام بر شما، خسته نباشین. آیا امروز شاهد کدام رویداد متفاوت و یا هم حادثه متفاوت به خاطر یادآوری از 17 سالگی حملات 11 سپتامبر در نیویورک خواهیم بود یا خیر؟ بله، سلام بر شما و بیننده‌های عزیز. در جایی که من استاد هستم در عقب گراوند زیرو است که چند لحظه قبل در اینجا مراسم یاد بود از کسایی که در حملات 11 سپتامبر کشته شده بود آغاز شد. در اول یک دقیقه مقام‌ها آمده بودند و اعضای فامیل کسایی که کشته شده بود اینجا آمده بودند. اونا یک دقیقه سکوت اختیار کردند و نظر به اساس پلان در همین لحظه در تمام شهر نیویورک در کلیساها هم دعا مراسم دعاخوانی می باشه و همچنان برقای امریکا در تمام دفاتر دولتی در نیویورک نیمه برافراشته خواهد بود. همچنان بعد از یک دقیقه سکوت اعضای فامیل کسایی که کشته شده بوده نامای اعضای فامیل خود را گرفتن که در این حادثه کشته شده بودن، خاطراتشان را به یاد آوردن و این مراسم آغاز شده. تا 12 بجه این مراسم اینجا می باشه. بعد از 12 بجه یک چیز نو که امسال در اینجا اینا نظر گرفتن، در موزیم یاد بود از قربانیان 11 سپتامبر اینا بعضی مراسم خاص در نظر گرفتن. فیلم های مستند کوتاه دارن که به کسایی که در موزیم به اونا فیلم ها را نشان میتن. بعد پیش از سپتامبر چی گذشته بود، در روز 11 سپتامبر چی گذشت و بعد از 11 سپتامبر چی شد. همچنان در شهر نیویورک یک چیزی که نو امروز ما با بعض از شهروندان نیویورک صحبت کردیم، یکی از ترن استیشن ها آغاز شده بود که در حمله از بین رفته بود. تقریبا بیش از 180 میلیون بالای آن ترن استیشن مصرف شد و او امروز آغاز شد به خاطر سهولت به کسایی که میخوان در مراسم شرکت کنن. یک سهولت خوب بوده. آقای هان تشکر از گزارش همه جانبه. خواهش میکنم. بخیر، روز شما خوش. حکومت افغانستان میگوید که نیاز است کشورهای جهان منطقه در برابر گروه‌های داعشات افغان هماهنگ و صادقانه در افغانستان مبارزه کنند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به 17مین سال روز وقوع حملات داعشات افغانی 11 سپتامبر در آمریکا میگوید که 17 سال قبل جهان افغانستان با یک گروه داعشات افغان مواجه بود، اما حال شمار این گروه‌ها افزایش یافته است. 17 سال پس از حمله 11 سپتامبر، این حمله پا ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را برای مبارزه با حرس افغانی به ویژه القاعده در افغانستان کشاند. اما اکنون افغانستان به گفته مقام های این کشور با بیش از 20 گروه دیگر حرس افغانی روبروست و این گروه ها امنیت این کشور و جهان را بیشتر از پیش تهدید می کنند. در طول مبارزه علیه تروریسم که جریان داشت در 17 سال بعضی از اشتباهات کمیونیکاسی موجود بود که او در بخش تعریف جنگ مشخص علیه تروریسم بود و به خاطر از اینکه تروریسم از بین میرفت باید به پناهگاه ها و لانه های تروریستا و تروریسم تمرکز صورت می گرفت که اینی تمرکز فعلا به اساس استراتژی جنوب آسیای آمریکا فراهم شده و امیدواری است که ممالک منطقه و جهان صادقانه و با یک دیدگاه امانگ شده علیه تروریسم مبارزه خود ادامه بدن تا این پدیده شوم از بین بره. اکنون امنیت و حکومتداری در افغانستان به باور بسیاری ها شکننده است و روزانه نارامی ها از شهروندان این کشور ده ها قربانی می گیرند. تغییر سیاست و راهبرد ایالات متحده آمریکا پس از این همه سال باری دیگر مطرح است. هم استراتژی سیاسیش ناکام بوده، نتوانسته حکومت قوی، نیرومند، متحد و موفق بسازد و هم استراتژی جنگیش ناکام بود، هیچ دستاورد هم نداشت. هرچند افغانستان امروزی با افغانستان 17 سال پیش قابل مقایسه نیست، اما باشندگان کابل میگویند که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بر تعهداتشان در افغانستان پابند نبودند و بیشتر اهداف خود را پیگیری کردند.
متاسفانه که دزی 17 سال هیا حتی نتونست امنیت خو اصول خو بسر جای خود که مثلا 40 سال ما ازو رنج میبره هندکترین کاری که یا مثلا بکنه در بخش باسوزی افغانستان باشه که نکرد. امنیت اصلا برقرار نیست. ما روزانه صدا شهید میدیم و عمو و دهایی که با ما کده بودند تا فعلا عملی انجام ندادند. در کنار این همه فساد اداری، مواد مخدر، فقر و بیکاری از چالش های دیگری هستند که نه تنها دستاوردهای 17 سال پسین که تا در کل حکومت و نظام را به چالش کشیدند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. خب عملیات مرگبار 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا را واداشت تا جنگ علیه تروریسم را اعلام و بر رژیم طالبان در افغانستان حمله کند. از جنگ در افغانستان نیز امروز حدود 17 سال می‌گذرد، اما طالبان هنوزم بر بخش‌های افغانستان حاکمیت داشته و حملات مرگبار با تلفات بی‌پیشینه غیر نظامیان در این کشور نیز کاهش نداشته است. برای بررسی چگونگی وضعیت در افغانستان آن هم 17 سال پس از آغاز جنگ نیروهای آمریکایی در این کشور، فرصت داریم تا با محترم احمد شجاع، مدیر مسئول نشریه پالیسی آما در پوانتون جورج تاون و تحلیلگر سیاسی که هم اکنون در استودیو با ماست، بحث داشته باشیم. آقای شجاع، یک بار دیگر تشکر. شکر از شما. از تشریف آوری در برنامه. به نظر شما چرا مبارزه 17 ساله علیه تروریسم در افغانستان نه تنها باعث فروکش جنگ نشد، بلکه سبب افزایش گروه های تروریستی و همچنان جنگ در این کشور شد؟ شکر از شما. سلام بر شما و بیننده های ما در افغانستان. یک سلسله ناکامی های را ما داشتیم متاسفانه در افغانستان در طول 17 سال گذشته که باعث از این شده که آتش جنگ در افغانستان نتانه فروکش نکنه بلکه قوی تر از گذشته هم شد. از او جمله مثلا این اقتداد از ناکامی های حکومتاری بوده که مشتمل فساد داری بوده که مردم را به جای از اینکه به طرف حکومت مایل کنه از حکومت رانده. مسئله دیگه ای بوده که در افغانستان فرصتهایی که در سالهای آغازین بعد از سرنگونی طالبا به خاطر آوردن طالبا در میدان سیاست در افغانستان بود از دست داده شده. و از طرف دیگه هم ای است که طالبا منابع مالی را که داشتن در افغانستان یا بیرون از افغانستان در پاکستان، در کشورهای عربی، در کشورهای خلیج فارس، این منابع خشکانده شده نشده متاسفانه و از خاطر از طالبا تانستن که پس بیایند. و در آخر مهمترین فاکتور شاید هم همی باشه که اینا لانه های را دارن در پاکستان و حمایت را که از حکومت پاکستان و از نهادهای استخباراتی پاکستان دارن باعث از این شده که اینا پس بیایند. و در اواخر دو سه سال گذشته دیده میشه که عملیات هایی را که پاکستان علیه طالبای پاکستان در او طرف خط دیورند آغاز کردند باعث از این شده که یک تعداد نظامی عوامل و عناصر که طالب پاکستانی بودند در افغانستان داخل شوند، رانده شوند از پاکستان و در اینجا اینا یک هویت نو را به خود بگیرند که به نام داعش است که متاسفانه ثمره ازمی مسئله را امروز ما در نگرهار میبینیم، در کابل میبینیم و در جای دیگه افغانستان میبینیم. خب از ناکامی حکومت و حکومتداری و ناکام شدن در ترغیب طالبا هم بحث میکنین. امروز طالبا اعلام کرده که آمادگی میگیرن به خاطر تعیین یک هیئت جهت مذاکره و یا هم تجدید مذاکره با هیئت آمریکایی و حتی بحث بخواین بکنن در مورد رهایی و یا هم تبادل زندانیا با آمریکایی‌ها. چه فکر میکنین؟ آیا حکومت ایالات متحده در نهایت به این تلاش رسیده که مستقیما با طالبا در مذاکره شوه و ممکن حکومت افغانستان در حاشیه قرار بگیره یا خیر؟ نگرانی وجود داره که در عجله ای را که حکومت امریکا داره به خاطر از اینکه با طالبا در یک تفاهم سیاسی برسن تا که حکومت امریکا بتانه که از افغانستان خود را بکشانه، پول را که مصرف میکنه، جانهایی را که سربازان امریکا از اسمیت اینا به مصرف و به تلفات اینا اختتام بتن، خاتمه بتن، عجله رسیدن به نمی هدف نگرانی هایی را به وجود آورده که نه تنها حکومت افغانستان به حاشیه کشانده خواهد شد، بلکه مردم افغانستان، نهادهای مدنی افغانستان که می توانند نگرانی کنند و مشاهده کنند از پروسه مصالحه که در او حقوق بشر مراد باشه، حقوق اقلیت ها مراد باشه و در او دستاوردهای 10 سال 17 سال گذشته افغانستان مثلا حفظ باشه، این نگرانی ها وجود داره متاسفانه. اما من احساس میکنم که در حکومت امریکا، در وزارت خارجه امریکا این دیدگاه وجود داره که هیچ گونه مصالحه با طالبان بدون شمولیت حکومت افغانستان نمیتونه دامدار باشه و این امیدوار کننده است. آقای شجاع، عجله به خاطر ختم جنگ یادآور شده.
آیا فکر میکنین جنگ تنها بحث است که بحران آفرینده در افغانستان؟ گیریم که جنگ خاتمه پیدا بکنه، دوران پسا جنگ چی رقم بررسی میکنین؟ آیا با ختم جنگ بحران در افغانستان ختم میشه؟ فاکتورهایی که افغانستان را به سوی جنگ کشانده، از او جمله فقر و ناتوانی مردم افغانستان، نبود یا کمبود زیربنای اقتصادی که مردم افغانستان کار بتن اینا روزگار فراهم کنن برشان، و نابرابری های اجتماعی که در افغانستان وجود داره، و هم مسائل حکومتداری که وجود داره، متاسفانه امی استکاک و فریکشن را که به اصطلاح برش گفته میشه در سطح جامعه افغانستان هنوز هم ادامه داره، و این مسئله فقط میتونه در دراز مدت در وقت پایان یافته شوه که یک سلسله مشکلات را که ما از 35 الی 40 سال جنگ داریم، مثلا ما چرخه هایی را داشتیم که مردم قربانی دادن، و چرخه هایی را هم داشتیم که قربانی ها پس رفتن قربانی از مردم دیگه افغانستان گرفتن، و ای عدالت انتقالی و اجتماعی تا وقت را که در افغانستان برابر نشه، متاسفانه امی پتانسیال ظرفیت بالقوه به خاطر پس رفتن افغانستان در جنگ، حتی بعد از استحکام و یا مثلا به امضا رسیدن کدام معاهده مصالحه هم وجود دارم متاسفانه. آخه شوشه تشکر از وقت شما که به استودیو تشریف آوردین، با امید بحث در برنامه بعدی. موفق باشید. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. از سوی محکمه بین المللی جرایم امروز گفت که با وجود تهدید تعزیرات از سوی یک مقام ارشد اداره رئیس جمهوری ایالات متحده و قضات این محکمه، این نهاد بین المللی قاطعانه به کارش ادامه خواهد داد. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیروز گفت که اگر محکمه بین المللی جرایم تحقیقات را در خصوص به محاکمه کشانیدن نظامیان آمریکایی روی جرایم جنگی افغانستان انجام دهد، اداره رئیس جمهور شام تعزیرات بر این محکمه را تحت غور قرار خواهد داد. این محکمه مستقر در لاهه در بیانیه گفت که این نهاد مستقل و بی‌طرف است که حمایت 123 کشور را با خود دارد. طبق این بیانیه، محکمه بین‌المللی جرائم به حیث یک محکمه حقوقی مبتنی بر اصول و نظرات اصلی حاکمیت قانون به کارش قاطعانه ادامه خواهد داد. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیروز گفت که اگر این محکمه تحقیقاتی را انجام دهد، اداره ریاست جمهوری ترامپ ممنوعیت ورود قضات و سارنوالان این محکمه به ایالات متحده، تعزیرات مالی بر آنان و پیگیری عدلی در محاکم ایالات متحده را تحت غور قرار خواهد داد. ایالات متحده از هر طریق لازم برای حراست شهروندانمان و متحدینمان از مواجه شدن با تعقیب قضایی غیر منصفانه توسط این محکمه غیر مشروع استفاده خواهد کرد. بولتون گفت محکمه بین‌المللی جرائم هیچ صلاحیت قضایی در خصوص امریکاییان ندارد، زیرا ایالات متحده بخشی از این پیمان نیست. او گفت تحقیقات در خصوص سوء رفتار سربازان امریکایی در افغانستان نقض آشکار استقلال ایالات متحده خواهد بود. آقای بولتون گفت که این محکمه هیچ مکانیزمی برای تضمین بی‌طرفی ندارد و اعضایی از کشورهای غیر دموکراتیک مثل ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک کانگو و همچنین نهادهایی مثل اداره فلسطینی که حتی کشور نیستند دارد. برخی تحلیلگران بر این باورند که بولتون این نبرد را با کمیته بین‌المللی جرائم به این دلیل در این وقت اتخاذ کرد که آینده یک سرباز آمریکایی که به محاکمه کشانیده شود بسیار غیر ممکن است. بدترین شکل قضیه این خواهد بود که در سالهای آینده یک سارنوال اسناد کافی را برای وارد کردن اتهامات و صدور حکم احضار به محکمه علیه یک شهروند آمریکایی داشته باشد، که در آن صورت آن فرد شرایط بسیار سختی در سفر کردن به کشورهای عضو این محکمه خواهد داشت. زیرا اگر فرد متهم به یکی از این کشورها سفر کند، آن کشور ملزم به توقیف آن فرد است. آقای پامپر به صدای آمریکا گفت که ترتیب قضیه عدلی علیه یک شهروند آمریکایی که با این محکمه همکاری نمی‌کند بسیار سخت است. او می‌گوید که بولتون
و نبردی علیه محکمه بین المللی جرایم ادامه می دهد که او آن را در اداره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز کرد. ایالات متحده پیمان روم را که بر اساس آن کمیته بین المللی جرایم تشکیل شد در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش تایید نکرد، اما در عوض قانون حراست نیروهای نظامی آمریکا را تصدیق کرد، زیرا آن قانون استفاده از هر اقدام لازم برای رها کردن نیروهای نظامی آمریکایی از محاکمه شدن در آن نهاد بین المللی را اجازه می دهد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. خب دوستان، شما از آغاز برنامه متوجه شدین که ایالات متحده امروز شاهد برگزاری مراسم یاد بود از 17 سال روز حملات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر در سال 2001 بود. همکاران ما را دیدین که از نیویورک و پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده گزارش‌های زنده داشتن و یادآور شدند که رئیس جمهور ترامپ امروز به ایالت پنسیلوانیا رفته، جایی که تیاره سوم سقوط کرده بود در 11 سپتامبر. تصاویر زنده ای را که شما همین لحظه می‌بینید در حالت نشر به شکل مستقیم نشر میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ملانیا ترامپ خانمش به محل رویداد و یا هم جایی که تیاره سومی توسط ربایندگان سقوط داده شده بود به اونجا رفتن. فقط یادآور میشم که این تیاره را مسافرینش تلاش کرده بودند تا ربایندگان را به شکل خلصلاح بکنن و جلو حمله گرفته شوه، اما تیاره در نهایت سقوط میکنه و تلفات هم از سرنشینان و اینا را داشتن. اتفاقا ممکن تا لحظات بعد رئیس جمهور ترامپ هم بیانیه در قسمت چگونگی رویداد داشته باشه و صحبت‌های در مورد پسا 11 سپتامبر هم ایراد بکنن. از اینکه در برنامه با ما هستین تشکری می‌کنیم. روسیه بزرگترین تمرینات نظامی از زمان جنگ سرد را آغاز کرد. این تمرینات نظامی که واستک 2018 نامیده شده است امروز آغاز و قرار است تا 17 سپتامبر ادامه یابد. روسیه این تمرین را تا سال 1981 میلادی بدین سو بی سابقه خوانده است. ناتو این اقدام روسیه را محکوم کرده. وزیر دفاع روسیه گفته است که در تمرینات نظامی واستک 2018 300,000 عسکر با شمول منصوبین نظامی چین و منگولیا، 36,000 وسیله نظامی، 1,000 تیاره و 80 کشتی اشتراک دارند. پوشش ما از چگونگی مراسم یادبود از 11 سپتامبر حملات مرگبار سال 2001 ادامه داره و در نیویورک، اما طور که همکارم پیشتر یادآور شد، بخشی از قطار زیرزمینی یا مترو که در اثر حملات 11 سپتامبر تخریب شده بود پس از گذشته 17 سال امروز دوباره گشایش یافت و فعال شد. گزارش زلاتک هوک، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد همکار ما قدیر مشرف آماده ساخت. نخستین قطار آهن که پس از گشایش خط آهن جدید به ساحه کورتلند مرکز تجارتی جهان رسید با شور و هلهله مردم مواجه شد. نمیتوانم باور کنم که پس از 17 سال یک بار دیگر قطار آهن در این ایستگاه توقف میکند. سنگ مرمر کار شده در ایستگاه بازسازی شده این منطقه توسط آن همیلتون طرح و دیزاین شده است. در این اثر هنری متونی از اعلامیه آزادی سال 1776 ایالات متحده و اعلامیه جهانی ملل متحد درباره حقوق بشر به چشم میخورد. در بیش از 3 سال اخیر واقعا سخت کار کردیم تا ایستگاه را به یک شیوه بسیار ویژه و احساس برانگیز در نیویورک بازسازی کنیم. اثر هنری دیدنی و جذاب است. این اثر یک نوادای احترام به افراد است که در 9 سپتامبر 2001 جان باختند. احیای مجدد این قطار زیرزمینی به خاطر دیرتر آغاز شد که شهر مصروف بازسازی ساحه بالایی قطار آهن بود، ساحه‌ای که در حمله دهشت افگنانه 2001 میلادی تخریب شد. اما این پروژه به زمان معین آن پایان یافت، یعنی در زمان بزرگداشت از 17 سالگرد بدترین حمله دهشت افگنانه در تاریخ ایالات متحده که این کشور شاهد آن نبوده است. در حمله دو تیاره بر بلند منزل‌های مرکز تجارتی جهان که به فروریزی آن آسمان خراش ها انجامید، بیش از 2700 نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. والتر متوزا زمانی که پدرش را در حمله دهشت افغانی 11 سپتامبر در بلند منزل شمالی از دست داد، بسیار جای خوشحالی است که اینجا هستم و از علامت ایستگاه مرکز تجارتی جهان عکس می گیرم.
مقامات امور ترانسپورتی میگویند که ایستگاه کورتلند مرکز تجارتی جهان بیش از یک خط آهن زیرزمینی است. با گفته آنان، این ساحه یک نمادی از تصمیم باشندگان نیویورک است که نه تنها قادر به احیای مجدد آن شدند، بلکه تمام منطقه مرکز تجارتی جهان را انکشاف دادند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. بخش دیگری در همینجا به پایان می‌رسد. از همراهیتان جهان سپاس. اما نشرات ما در نیم ساعت بعدی ادامه دارد. همکارم احمد شکیب دوست در بخش پشتو میزبان شماست. آقای دوست به استودیو تشریف آوردن. سلام دوباره.